یک نفر رو مثلا من میبینم که الان داره کلاس تار میره، اوکی؟ و من میخوام بهش بگم که پس سال بعد که من میبینمش، مثلا من قرار سال بعد دوباره ببینمش، سال بعد که ببینم دیگه استاد شدی، میخوام این رو بگم. خب سال بعد زمانش مشخصه، این میشه اون آیندهه. و این استاد شدنی که پیش از اون، یعنی پیش از اون وقتی که من بیام دوباره ببینمت، شما به اون حد رسیدی و استاد شدی. اون رو چجوری میگم؟ میگم next year، یا مثلا by next year، یا by that time، next time I see you، هر چیزی، حالا هر شکلی که آوردمش، you will have mastered this، یا you will have mastered tone، you will have mastered music، هر چیزی، حالا به هر شکلی که بگمش. اما فعلم رو به چه شکل میارم؟ will have mastered، okay؟ اون master چون ایدی میگیره، شکل سومش هم همین با mastered ایدی باز هستش، okay؟ اما will have چیکارش کرد؟ کردش آینده کامل، درست؟ پس این جمله جمله مناسب هست برای صحبت در رابطه با آینده پیش از اتفاق افتادن چیز دیگری. نمونه دیگرش میخوام بگم شما فردا ساعت 3 به اونجا رسیده خواهی بود. میگم چی؟ میگم tomorrow by 3 o'clock you will have reached there. Tomorrow by 3 o'clock، tomorrow before 3 o'clock، حالا یا after 3 o'clock، هر زمانی که میخوام حالا اون زمان آیندم در نظر بگیرم، اون این رو میگم. بعدش میام میگم you will have reached، you will have reached. باز ed زمان گذشته میکنه، اما have پیش از اون هستش، نشوندنده چیه؟ زمان حالت کامل هستش. پس این reached گذشته نیست، بلکه آینده هستش. you will have reached، ساعت 3 شما رسیده ای، شما رسیده ای، که این رو ما میگیم، اما در واقع منظورمون چی هست؟ رسیده خواهی بود در آینده، چون میخوایم صحبت کنیم. ترجمهش متاسفانه باهاش نمیاد، ترجمه میمونه، اما اون در رابطه با یک زمان دیگه داره صحبت میکنه. انگلیسیش یه زمان دیگه است، ترجمه عقب میمونه، مگر اینکه بیایم بگیم رسیده خواهی بود، که میدونیم ما این رو توی زبان خودمون نداریمش، نمیگیم رسیده خواهی بود، میگیم رسیده فردا ساعت 3 رسیدی. نه، فردا 3 رسیده خواهی بود، چون در رابطه با آینده داریم صحبت میکنیم. اما خب به هر حال کار با ترجمه نداریم. ساختارش will have reached، will have eaten، will have gone، will have died. هر چیزی ما اون رو باید به شکل سومش بیاریم و در رابطه با این زمان این شکل و اینها صحبت کنیم. این کلن حالت ساختنش. اوکی، یه نمونه دیگه بیاریم که بریم روی حالت دیگه‌ش هم باز کار کنیم. مثلا داریم با دوست صحبت میکنیم، میگیم که آره دیگه این فرد مثلا میخواد بشه شهردار فلانجا. میگم اوکی، زمانی که شهردار بشه من رو فراموش کرده خواهد بود، یعنی من رو از یاد میبره. خیلی حالا شوخی کنیم، هر چیزی این جمله میخوام بسازیم. میگم وقتی که شهردار بشه، اوکی، by then اون زمان she will have forgotten me. will همون حالت will و have و بعد اون شکل سوم، she will have forgotten me، she will have forgotten me، اوکی. میگم you will have forgotten me، اون زمان که دیگه من یادت نمیاد، اون زمان من یادت رفته، هر چیزی میخوام اینو به این شکل. حالا این جمله رو با حالت نمونه داشته باشیمش، بیایم روش یه مقدار کار کنیم.